با درود و سلام و خوشحالی از اینکه هممیهنانی داریم که هنوز اینطوری که من متوجه میشم برخی سالهاست از میهن به دورند، اما قلبشون، احساسشون، وجودشون در گروه میهن هست، در گروه ایران هست، در گروه مردم ایران هست و در گروه آزادی ایران زمین. من خودم آماده کرده بودم که اینجا خدمت شما بیام و یک گزارش از نقض حقوق بشر به شکل کلاسیک، تاریخ حقوق بشر در ایران، یادی از لوح کوروش بکنم و حقوق بشر در تاریخ ایران، سپس ستمگری که در حق مردم ایران در طول تاریخ شده و کسانی که به خاک ما تاختند و در طول تاریخ ستمها بر مردم ما روا داشتند، و پس از اون بیام به دوره امروز و گپی بزنم درباره اینکه در ایران چه می‌گذرد و در شرایط حاضر و نظام ولایت فقیه و حکومت جمهوری اسلامی که به هیچ کس رحم نکرده و امثال من و این بانوی گرامی که با اون غم و رنج و اندوه شدیدش این بیرون بودن از وطن رو زار میزنه و اون تجاوزات و ستمی که بر او شده رو فریاد میزنه. دیدن این صحنه، خب اون ساختاری رو که برای خودم آماده کرده بودم برای شما هم میهنانم لحظاتی حرف بزنم و شاید بتونم گام کوچکی بردارم برای یک اتحاد بزرگ همه ستم دیدگان دادخواه ایران، کسانی که ستم دیدند ولی به ستم تسلیم نشدند، کسانی که ستم دیدند اما ننشستند، کسانی که ستم دیدند و دادخواهی میکنند بیدادهایی رو که نظام ولایت فقیه، حکومت جمهوری اسلامی با تکیه بر دین، خرافات، عقب ماندگی و جهل بر کشور ما حاکم کرده و متاسفانه اون فرهنگ عقب افتاده مذهبی خرافاتی که به این حکومت قدرت داده رو حتی تا اینجا تو لس آنجلس هم کشونده و آورده که هزاران ایرانی اینجاست ولی برای اینکه برن چندر غاز بگیرن یه دلار آمریکا رو ببرن اونجا بکنن 3700 تومان بزنه تو سر مردم محروم، کارگر رنج دیده، بازنشسته بی پول، مردم بیکار، نامردا اینجا از مزایاش استفاده میکنن، کیفش اونجا میکنن، پوزش رو به هم میهنای فقیر میدن. شرف انسان لکه‌دار میشه، رنج به قلب آدم هجوم میاره. ما انسانیم، چه تفاوتی داریم پس ما با کسانی که نمیدونم حیوان، والا بهتر، اینا مادون حیوانن، چه حکومتگران چه کسانی که به هر نوعی با هر اسمی این حکومت ضد بشر و پلید رو تقویت میکنه. آن زمان که بنهادم سر به پای آزادی، دست خود زجان شستم از برای آزادی. فرخی یزدی نزدیک به 100 سال پیش این فریاد رو زد. اون زمان که سوادی نبود روزنامه آزادی خواهانه بنیان گذاشت، دردها و رنجهای مردم محروم رو فریاد زد. توده را با جنگ صنفی آشنا باید نمود، کشمکش را بر سر فقر و غنا باید نمود. در صف حزب فقیران این آخوندها و مفتخورها اغنیا کردن جای، این دو صف را کاملا از هم جدا باید نمود. یا ما انسانیم یا دانمال روی ولایت فقیه. من هنوز 3 سال نشده که از میهنم مجبور شدم از خاکش پامو بیرون بذارم. با تمام وجودم، با سلولهام، با گوشتم، با پوستم، با استخوانم، با هر لحظه‌ای که دارم نفس میکشم، توسط این سیستم‌های اینترنتی، مخصوصاً تلگرام، هر لحظه با هم میهنانم در ارتباطم و این افتخار رو دارم که اون کسانی که در داخل ایران هستند حداقل در 70-80 گروه تلگرامی یا وایبر یا ابزارهای دیگه اینترنتی منو عضو کردن.
مستقیم با این رنجکش ها، اما ایستادگان، ستم دیدگان دادخواه که در ایرانن، خارج از ایرانن، به ستم تسلیم نشدن، ترس و محافظه کاری رو کنار گذاشتن، برای یه لقمه نون حقیر و بی ارزش خودشونو کوچک نمی کنن و مبارزه می کنن. راه خودشون رو از راه این حکومت پلید کاملا جدا کردن. اما انسان درد می کشه. یک کمچین فیلم رو ما می بینیم و می بینیم. آیا هیچ اقدامی در همین لحظه که این فیلم رو می‌بینیم در ذهن ما شکل می‌گیره به عنوان یک انسان؟ روی سخنم با شما عزیزانی که به اینجا آمدید نیست. شما از شجاعانید. با هر تفکری که داشته باشید. انسانید. نترسیدید آمدید اینجا. پای پرچم شیر و خورشید. پای عکس افشین اوسانلو کارگری که تو زندان کشتنش. به خاطر دفاع از حقوق کارگران ایران. پای صحبت‌های پر از رنج، خشم و عصبانیت من به عنوان یک انسان، یک ایرانی، یک کارگر، یک دردمند و یک عاشق آزادی، عاشق آزادی میهنم، عاشق آزادی هم میهنانم، عاشق آینده کشوری که هر لحظه الان در معرض سقوط، فروپاشی و نابودی است تا لحظه‌ای که حکومت ولایت فقیه در اونجا باشد و به توطئه‌های خودش ادامه بده، بازی‌های سیاسیشو پیش ببره، با آمریکا، با اروپا، با هر جایی بسازه، ادا در بیاره، نقش بازی کنه و مردم فریبی کنه، در داخل و خارج از کشور مردم رو بترسونه، برای بعضی تکه نون بندازه، مای 2000 دلار به این بده که آقا اگه به عنوان دکتر بیایی در فرودگاه به شما ما 2000 دلار می‌دهیم. هواپیما هم میدهیم، جاهای دیدنی هم برو ببین، هتل شاه عباسی هم در اصفهان بهت میدیم، بعد که رفتی خارج گاهی گزارشی بکن این اوسانلوها و امثال او و نمکیوکی که فعالن چه کار دارن میکنن و طرح ترور حتی پیش بینی میکنن، به خاطر اینکه ذلیلن، باور کنید حقیرن. من توی بازجویا مسخرهشون کردم، با شوهر جا توی تلویزیون ها میگم دیگه، دنیا میبینن اگه دروغ بگم عین آب خوردن، 50 تا سند میذارن جلو، میشناسن منو، همه میشناسن. اما دریغ و درد، رنج ها رو میشنویم، فریاد ها رو میبینیم. این زن هم میهن ماست، انسانه، خواهر من، مادر من، دختر شما، همسر اون ایرانی که فرزندش رو همراه خودش داره میکشه و میاره. خواب خرگوشی رفتیم. کسانی که از تلویزیون این برنامه رو، این صدا رو میشنون، شاید تلنگری بهشون بخوره. افسوس. ما ایرانی ها به هم میرسیم، عظمت ایران، تخت جمشید، کوروش، هخامنشی، الو بلو از این حرفا، حقوق بشر، لوحش رو ور میدارن، 300 هزار دلار میدن، نمایش میده احمدی نژادی که جلاد انسان هاست، کشتارگر بچه های ما تو زندان بوده، تو 209 که بودم، عکساش تو 209 بود، من چشمندو میکندم و بارا سر این لط و پار شدم و اونجا بود، نشد بهترین دوران زندگی من زمانی بود که در اطلاعات همراه برادران گمنام امام زمان خدمت میکردم. این تا این پوستر در بند 209 جایی که لباسای ما رو لخت میکردن و لباس زندان به زور تنمون میکردن چسبیده بود و به چشم خودم دیدم. این رئیس جمهور نظام ولایت فقیه. یا این بعدیش آقای روحانی، جسمانی، مزخرف، 30 سال رئیس امنیت این کشور بوده، همیشه معاون آقای رفسنجانی بوده. در زمان جنگ شما خیلیتون سالاس اومدید، من مو به موشو میگم که بدونید. حالا این آدم آمده واسه ما شده رئیس جمهور، طراحی میکنن، مهندسی میکنن، انتخابات درست میکنن که باز بتونن یه چند میلیون نفری رو فریب بدن در داخل و خارج از کشور و عمر این حکومت پلید که بجز دزدی، غارت، نابودی کشور، بی حرمت کردن انسانیت، فرهنگ ما رو ازمون گرفتن، بالاترین ثروت. ببینی هم میهنان من، ژاپنی‌ها 1/5 ما هم نیست سرزمینشون،
منابع ریسورس، این آمریکایی میگن منابع طبیعی ندارن مثل ما، فقط نیروی انسانیشون رو تربیت کردن، خردمندیشون رو تربیت کردن، همگراییشون رو تقویت کردن و کار، عنصر کار رو بهش اهمیت دادن و میهن دوستی، انسان دوستی. و اقتصاد دوم و سوم دنیا همیشه در زمان جنگ جهانی دوم با بمب اتمی که انداختن در هیروشیما و ناگازاکی کلک این کشور کندن، ولی امروز تونسته تا اینجا دوباره بیاد. چرا؟ چرا ما ایرانی‌ها نمیتونیم؟ آخه چیمون شده؟ چرا خودمون رو باور نمی‌کنیم؟ این زندگی زاگارتی آخه چه ارزشی داره که مثلا من دو تا چلو کباب بیشتر بخورم یا چهار تا مثلا کت و شلوار شیک‌تر بپوشم؟ نه والا من کت و شلوارم به احترام شما پوشیدم، والا من همون کارگری که بودم هستم، روزی 20 ساعت دارم تو 24 ساعت کار میکنم، اونایی که با من کار میکنن تو اینترنت میدونن. من نیومدم اینجا برای شما نمایش بدم. ما رنج میکشیم. باور کنید اگه تای دلتون یه جاش برای انسانیت و برای میهنمون میتپه یا میسوزه، این کشور داره منهدم میشه. پروژه رو نظام ولایت فقیه طراحی کرده ایران رو تجزیه بکنه، بازی داعش رو در آورده، بازی تعصبات منطقه‌ای رو در آورده، در بین مردم ما که یه عمری با هم زندگی کردیم، کرد و لور و ترک و بلوچ و نمیدونم ارمنی و فارس و همه با هم زندگی میکردیم، کاری کردن بین این مردم دشمنی انداختن. در درون زندان ارومیه زندانیای کرد با زندانیای ترک با هم دعواشون بشه لتو پار کنن هم دیگر رو. این نتیجه حکومت ولایت فقیه. درود شرف شما. بیمسئولیتی، خودخواهی، ترسای کوچک. باور کنید من رو موقعی مجبور شدن زیر فشار سازمان جهانی کار و اتحادیه بین المللی کارگری از زندان بیرون بیارن، همین 3 سال پیش من رو بردن وزارت کار به جای که من برم خونم به همراه همسرم و مادرم. فیلماشو خود وزارت کار جمهوری اسلامی داره و اونجا به من پیشنهاد انواع اقسام کردن آقا بیا بخش بین الملل وزارت کار رو بدیم، تو رو دنیا الان میشناسه، اتحادیه کارگری میشناسه، بیا برو همین الان در ژنو که هیئت نمایندگی وزارت کار هست اونجا به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی مثلا از حقوق کارگری بحرین دفاع کن. من خندیدم، یعنی 2 ساعت نبود از زندان منو آوردن هنوز دست بسته. اینا برای ثبت در تاریخ میگم که این ثبت بشه تو این تلویزیون ها ببینن. و من گفتم اگه قرار بود که من بشم نماینده شما که دیگه 6 سال زندان نمیموندم دیگه، تو زندان 1 سال حکم اضافه به من نمیدادید که. یعنی همه راه ها رو این حکومت استفاده میکنه، ترور بکنه، ترور شخصیت بکنه، بخره آدم ها رو، پول بده به آدم ها، حقوق بازنشستگی 2001 قرون بده، نمیدونم یه امتیازات علکی بده که آقا حالا که تو ایرانی هستی میری مثلا آمریکا یا اروپا، برای ما هم یه کاری بکن. بعدم که میای ایران کیفتو بکن. دلاری که 1 دلار رو بیار اینجا بکن 3,700 تومان، ویلا بخر، زمین بخر، آپارتمان درست کن، اجاره بده، میلیاردر بشو. اگه تو آمریکا یه طبق متوسط معمولی هستی بیا تو جمهوری اسلامی ما میکنیم چی؟ جزء میلیاردرها. فقط با ما باش. و اینطوری فساد رو گسترش میدن. اینطوری انسانیت رو میخرن. و ما اینجا همیهنانی داریم که عمیقا متنفرن از حکومت ولایت فقیه، اصلا دین ندارن، اصلا با اسلام رابطه ندارن، عرق میخورن، دانسینگ میرن، بار میرن، همینجا تو تمام کنسرت ها میان، اما موقعی که میگی فلان جا میخوایم از حق دفاع کنیم، از فلان زندانی سیاسی دفاع کنیم، از حقوق انسانی دفاع کنیم، از کارگرایی که همین الان در اعتصاب هستن دفاع بکنیم، یه صندوق اعتصاب بذاریم، یه صندوق حمایت از زندانیان بذاریم، مثل همین بنیاد نوروز که این عزیز من گفت که من در ترکیه بودم شاهد خدماتش بودم، و مثل آقای درمانی، من نمیشناسم آقای درمانی تا حالا ندیدم، چون تو تلویزیون اندیشه من رفتم برنامه داشتم، $100,000 اومد تو برنامه ما گفت آقا من 100,000 دلار بودم زیر نظر اورسانلو، من که نه صندوق حساب، من هنوز گرین کارت هم ندارم، اینو بدونید، همین الان میتونن منو از آمریکا بیرون کنن، کلکمو بکنن، بذار خمش، من ترسیدم، من زندگی من جلوی هم صحنه است. تو ایران که من بودم شماره تلفن خونم و آدرس خونم رو همه سایت های کارگری دنیا بود،
و بعد این آقای دورمانی کمک کرد یه 100,000 دلاری. من میگفتم به کی، کجا، کدوم حساب، پناهنده، پناهجو هستن عزیزان اینجا که اون موقع بودن و حساباش هست، رسیداش از مو به مو داد، کمک کرد و بنیاد نیک رو در کنار بنیاد نوروز درست کردیم. اون موقع با آقای معالی‌زاده همکاری نزدیک کردیم و الان هم به عنوان دوست داریم کمک هم میکنیم، ولی با یه دست و دو دست که نمیشه باری مملکت رو برداشت. من یاد کردم چون از آقای معالی‌زاده از بنیاد نوروز اینجا یاد شد، از اون خدمت انسانی آقای دورمانی هم یاد کرده باشم و چون زیر بلیت هیچ کس نیستم با شجاعت میتونم همه گزارشامو صادقانه بدم، چون خواستم استقلالمو حفظ کنم. حالا عدم رشد سیاسی سازمان‌های باقی مانده که عزیز من اولین نفر اینجا صحبت کردن با یک تجربه سیاسی بزرگ، درسته ما 30 ساله که این کسانی که به نام گروه‌های مختلف هم ستم دیدن، هم جمهوری اسلامی لتو پار کرده، چه جنایی که عزیزان ما مثلا سلطنت طلب هستن، جنایی که به عنوان چپ یا کمونیست بودن، جنایی که به عنوان مجاهدین بودن، جنایی که به عنوان گروه‌های ملی و گروه‌های دموکراتیک و دیگر بودن، به هر حال به نوبت در این چرخه تاریخی با اشتباهاتی که هر کسی که کرده یا نکرده من ارزیابی نمی‌کنم، من زاویه ستم دیدگی همه اینها رو مطرح می‌کنم که همه از همون اولین روزی که جمهوری اسلامی تشکیل شد و اولین بیدادش اون بود که عزیزان ما رو در کشور ما بدون محاکمه کشتن روی پشتبون خونه ای که خمینی اونجا بود، از پشت با گلوله زدن تو راهرو به سر نخست وزیری که بعد محاکمه میشد، بدون محاکمه، بدون وکیل، بدون اینکه این علنی باشه، بدون اینکه حق دفاع داشته باشن اون افسرانی که کشته شدن، بعد از اون سیاسیانی که کشته شدن، بعد از اون دخترپسرای معمولی، بعد رسیدیم به جنبش 18 تیری که دانشجوها رو اونطور زدن لتو پار کردن، بعد خود ما کارگرها که سندیکاهامون رو از بین بردن، شوراهامون رو از بین بردن، بعد که رسید به قتل‌های زنجیره‌ای، نویسنده‌ها رو تو قتل‌های زنجیره‌ای 500 600 رو کشتن، آقای زرافشان زندانی شد، خانم عبادی زندانی شد، فراری شدن وکیلای اینا چون فقط حقیقتو گفتن، گفتن قتل‌ها فقط 6 تا و 4 تا نبوده که آقای فروهر و خانم شو بکشن. 540 نفر رو اینا از سال 1368 که قتل عام‌های زندان‌ها رو تموم کردن، تازه که اونجا شاید 120 هزار ایرانی رو اینها کشتن، به گزارش رضا ملک که من همه فیلماشو اینجا دارم، از زندان مصاحبه کرده با شجاعت داده در سایت خبرگر، هر هفته یکیشو پخش می‌کنی، لطف کنید ببینید. این حکومت پلید همه اینها رو با ستم خودش نابود کرده، ولی اینا نمیتونن در مقابل این ستمکار متحد بشن و دادخواهی بکنن. این برد این حکومته. به واسطه ستم دیدگی ما هممون میتونیم با هم یکی باشیم. ستم دیدیم هممون، میخوایم بریم به سرزمینمون، نمیتونیم. عاشق کشورمونیم، میخوایم بریم اونجا عزیزانمون رو ببینیم، نمیتونیم. میخوایم خدمتی تو اون کشور بکنیم، یه بنیاد برای کودکان فقیر، برای کودکان محروم، برای زنان خیابانی، برای بیخانمانها. اینها دستاوردهای نظام ولایت فقیه. مادر من 2 هفته پیش سر گور مصطفی کریم بیگی، این مادر منه، اون افشین برادر منه که تو زندان کشته شد، این زن شجاع در داخل ایران نه بیرون، بر سر گور مصطفی کریم بیگی که جوانای شجاعی که در جنبش سبز کشته شده و مادر شجاعش خانم شهناز کریم بیگی، پدرش، خواهرش مریم، همه به جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه امروز پیوستن با شجاعت از درون ایران. و اونجا گفت بله، خمینی اومد به ما گفت شاه قبرستان‌ها رو آباد کرد، با همون زبون ساده مادرانه 78 سالش. و ما مردم چقدر ساده بودیم، ما مردم چقدر خوب هستیم، ما چقدر زود باور میکنیم و گفتیم پس یه نفر اومده که مملکت رو آباد کنه. اما صدای خودش داریم، لطف کنید ببینید فریاد یک مادر شجاع در داخل ایران، و بعد خجالت بکشن اونایی که بیرون از ایران میترسن از این حکومت پلید. Thank you.